درود و یاران عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه امروز 28 سپتامبر سال 2021 است با هم دیگه کوتاه آمار چهار کشور رو خواهیم دید متاسفانه امشب انرژی زیادی برای گفتن اخبار هم ندارم دوباره ازتون عذرخواهی میکنم و امشبم بنده رو ببخشید دوستان عزیز ولی دوست دارم یه مسئله خیلی مهم رو خدمتتون عرض کنم الان تو این شرایط کرونا و موارد خاصی که پیش اومده خیلی بیمه ها دارن سعی میکنن از شرایط مختلف استفاده کنن و یک سری بسته های بیمه رو بفروشن بسته های بیمه ای که واقعا شما به هیچ وجه بهش نیاز ندارید من بهتون بگم من خودم و تمام دوستان همکارم و حتی کسان زیادی رو میشناسم چون من کارم معماریه کسانی که کار ملک و املاک و بساز و بفروشی و اینجور چیزا میکنن هیچ کدوممون غیر از بیمه ماشینمون و بیمه تندرستیمون که همون یا آوکا یا تکا یا همون بیمه های دولتی باشه نداریم به هیچ عنوان فریب بیمه رو نخورید کار بیمه‌گر ایجاد ترس هست برای فروختن بسته های بیمه های کوچیک 4 5 یورویی در ماه و یا یک سری وعده های توخالی دادن برای فروختن بیمه های تندرستی در واقع بیمه های خصوصی که به هیچ عنوان توصیه نمیشه این حرف من نیست میتونید خودتون هم تحقیق کنید بریم سراغ آمار در کشور انگلستان با 34526 تا ابتلا و 167 تا فوتی نسبت به روزهای گذشته در تعداد ابتلاها تغییر چندانی نداریم ولی به بالاترین عدد اگر دقت کنید میبینید که حدود 30000 هست و الان با 34000 یه کمی بالا هستش تعداد فوتی ها هم مثل همیشه تقریبا 150 60 تا هستش در کشور سوئیس دوستانم با 1284 تا ابتلا و 11 تا فوتی نسبت به روزهای گذشته عدد بسیار پایین تری هست تعداد فوتی ها هم بین 7, 8, 9 تا 15 ما تو کشور سوئیس متغیر داریم همیشه در کشور اتریش با 1561 ابتلا 10 تا فوتی و 2758 تا درمان شده در تعداد ابتلاها تغییر چندانی نسبت به روزهای گذشته نداریم تعداد فوتی هم اینجا بین 7 تا 10 دوازده است تعداد درمان شده بسیار بیش از تعداد ابتلا است که از این بابت خوشحالیم در کشور آلمان با 4171 نفر ابتلا پایین ترین عدد در دو ماه گذشته رو داریم بسیار پایین است نسبت به روزهای گذشته تقریبا نصف و نسبت به هفته های گذشته تقریبا یک سوم هست امیدواریم فردا هم پایین باشه تعداد فوتی ها با 101 نفر نسبت به روزهای گذشته بسیار بالاتر رفته تقریبا 115 هزار نفر هم واکسیناسیون داشتیم که خب نسبت به روزهای گذشته خیلی کمتره دلیلش هم این است که خب بسیاری واکسینه شدند عدد زیبن تاگ اینسیدنس با 60 ممیز 3 هم جز یکی از عددهای پایین در دو ماه گذشته است. الان ویدیوهای مربوط به خرید ملک براتون ظاهر شده مطمئن باشید پولتون رو اگر توی ملک خرج کنید برای خرید ملک خرج کنید برای خودتون و هاتون و هاتون حتی سرمایه گذاری مفید کردید پولتون رو به هیچ عنوان خرج بیمه ماشین و چیزهایی که قیمت از دست میدن نکنید شب خوش خیلی مخلصیم